با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در خلال دروسی که به عرض شما رسونده میشه، سوالاتی هم از جانب شما عزیزان به دست ما میرسه و من این سوالها رو به دو بخش تقسیم میکنم. یه بخش سوالهایی که جنبه فردی و خصوصی داره که اون به صورت دیگه جواب داده میشه و یه سوالهایی هم هست که جنبه عمومی داره و من این رو به عرض شما میرسونم، برای اینکه اگرچه توسط یکی از دوستان این پرسش مطرح شده اما مفید فایده برای عمومی. سوالی که این دوست عزیزمون کردن راجع به جایگاه انسان کامل در مکتب سلوک تن و روان در بستر انشائی تحول جوهری. سوال کردن که اصولا انسان کامل یعنی چی از دیدگاه این مکتب و از نظر این مکتب چه جایگاهی داره. در توضیحی که به عرضتون میرسونم اینه که ترکیب انسان کامل که توسط شیخ عزیزالدین نصفی به کار گرفته شده و برخی دیگر از اهل اصطلاح از صوفیان صافی طبیعه، یک ترکیب متشکل از دو جزءه، از انسان و کامل. کامل معنی خاص خودش رو داره و انسان هم همینطور. غالبا کسانی که بحث انسان کامل رو بهش میپردازند کسانی هستند که کتاب انسان کامل شیخ عزیزالدین نصفی رو خوندن. حال دوستان عزیز، شما تصور بفرمایید که یک نفر کتاب شاهنامه رو جلوی خودش بذاره و بخونه و عاشق حماسه های این داستان بشه، عاشق شخصیتی مانند رستم دستان بشه، عاشق چهره های جوانمرد و پهلوانی باشه که در شاهنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، احوال زندگی و کارهایی که کردن، و از شدت علاقه کم کم تمام اشعار شاهنامه رو قریب 60,000 بیت به خاطر بسپوره و در ناخودآگاهش به تدریج خودش رو، هویت خودش رو با این پهلوانان، با این قهرمانان، با این جوانمردان یگانه انگاری بکنه. یعنی این تصور، این توهم براش ایجاد بشه که خودش یک کسی مثل رستم. این امر در عالم اوهام زیاد اتفاق میفته، اما آیا واقعیت هم داره؟ شما توجه بفرمایید که مثلا این پهلوانانی که در شاهنامه راجع بهشون صحبت میشه و همتایان این پهلوانان، کسانی که از چین میومدن برای زورآزمایی با پهلوانان ایرانی، یا
از اون نقاطی که در همسایگی چین بود چه جور آدم‌هایی بودن، چه جوری به پهلوانی می‌رسیدند، چه ورزش‌هایی باید می‌کردند. الان یکی از اون سنت‌های کهنی که در شرق دور وجود داشته هنوز پابرجاست، یعنی همین پهلوانان نهله سوموتوری که بهشون میگن سومو. اینها معمولا وزنشون از 100 کیلو تا حدود 200 کیلوه، قدشون، هیکلشون و نه اینکه دچار چاقی مفرط باشند، بلکه اصولا نحوه زیستشون، سبک زندگیشون، غذا خوردنشون، استراحت کردنشون و ورزش‌های عجیبی که انجام میدند برای اینکه بدن نیرومندی داشته باشند. از اینها یک فرد زورمندی درست میکنه. بعد اینا میان با همدیگه مقابله میکنن. اوصافی که در از پهلوانانی که از چین میان و در شاهنامه نقل شده با نقش ها و نگارهایی که روی دیوارهای بعضی از معابد یا قصرهای چین وجود داره نشون میده که این سومها از دیرباز به این ترتیب خودشون رو آماده زورگری میکردن، کشتی گرفتن، زورآزمایی. در مقابل هم پهلوانانی که در ایران بودن همینطور بوده. یعنی اوصافی رو که مثلا فردوسی از رستم نقل میکنه مشخصه که یه شخصی بوده به لحاظ هیکل و نیرو مانند همین سموها، شخصی بوده که اسبهای وحشی رو میگرفته و دستش رو میذاشته رو پشت اونها و فشار میداده و کمر اون اسب خم میشده و شکمش به زمین میرسیده. هر اسبی نمیتونسته وزن او رو تحمل بکنه، دنبال اسب میگشتن که این بتونه رستم رو با یال و کوپالش تحمل بکنه، سواری بهش بده. پس معلوم میشه آدم بسیار سنگین وزنی بوده، عظیم الجثه بوده. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. دل شیر دارد تن ژنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. حال من که دارم شاهنامه رو میخونم، هر چقدر هم که دلبسته پهلوانی های این پهلوانان بشم، هر چقدر هم که در عالم اوهام خودم رو با اینها یکی بگیرم، آیا در عالم واقعیت این امر تحقق داره؟ نداره. پس اینی که آدم حکایات مربوط به انسان کامل رو بخونه بعد فکر کنه که خودش انسان کامله، خیلی از مرحله پرته و گرفتار اوهامه. شما برای ورزیده شدن جسمانی چقدر باید زحمت بکشید؟ صدها برابر اون باید برای ورزیده شدن روحانی زحمت بکشید تا یه پله و دو پله و سه پله رو طی بکنید. مولانا جلال الدین بلخی که این همه راه رفت، از کودکی زیر دست بزرگترین استادان مداوما شب و روز تربیت شد، اولین مربیش هم پدرش بود،
عطار نیشابوری به ایشون توجه داشت. صلاح الدین زرکوب به ایشون توجه داشت. محی الدین عربی به ایشون توجه داشت. شمس الدین تبریزی به ایشون توجه داشت. آخرش خودش میگه ما هنوز اندر خم یک کوچه ای هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. پس اینی که آدم شب به خواب صبح بلند شه احوال انسان کامل تو کتاب شیخ عزیزالدین نصفی و دیگران خونده باشه و فکر کنه که خودش همون انسان کامله، مصداق اون انسان کامله، این فرد متوهمه و ممکنه به دیگران هم حمله کنه، به دیگران هم توهین کنه، به دیگران هم بد و بیرا بگه. اما با این حرفا که کسی به کمال نمیرسه. انسان کامل یعنی انسانی که به قله کمال رسیده. به قله کمال رسیدن سلوک میخواد، سلوک تن و روان. پس ما اون چیزی رو که بهش کار داریم اینه که نظر به نقائص و نواقص خودمون باید بکنیم، هر فردی. و برای رفع این نقیصه ها حرکت بکنیم. نظر در محاسبه به نقائص و نواقص دیگران نیست، به نقیصه های خود آدمه. تفاوت خودبینی و خودشناسی عزیزان در همین جاست. خودبین یعنی کسی که خودش رو قبول داره، یعنی همین جوری که هست فکر میکنه بهترین چیزیه که میتونسته باشه، یعنی در خلقت دیگه بهتر از این وجود نداره. به وقتی بهش میگن آقا شما مثلا شما زبون چینی بلدی حرف بزنی، میگه خب من دنیا 8 میلیارد آدم، 7 میلیارد آدم توش زندگی میکنه، 6 میلیارد دیگه شم بلد نیست زبون چینی صحبت کنه، اشکال نداره، نه من بلد نیستم ولی مسئله. شما زبون هندی بلدی صحبت، یعنی اگر که آدم صادق باشه با خودش و مجموعه چیزهایی رو که نمیدونه بشموره، میبینه چیزهایی که میدونه هیچی نیست، اصلا به حساب نمیاد. کمال یعنی چی؟ یعنی به لحاظ زبان شناسی یه نفر میتونه انسان کامل باشه، نه همه زبان‌ها رو بلد باشه، یا در یک زبانی به اوج کمال رسیده باشه، یا همیشه یه چیزی هست برای اینکه کشف بکنه. این بخش زبان. راجع به هر چیزی دیگه‌ش هم بخواین حساب کنین همینطور. اینی که یه نفر مانند شیخ عزیزالدین نصفی بگه شما از وقتی حرفای منو فهمیدی متوجه میشی که از سرچشمه ذخایر خودت دیگه باید برداشت بکنی، هرچی بخوای جوابش همین اینجاست. این داره پتانسیل رو شرح میده، قوه رو شرح میده، نه فعلیت رو. یه نفر هر چقدر هم که نیرومند باشه نمیتونه با یه جر ثقیل مسابقه بده. جر ثقیل میتونه چند تن وزن رو از رو زمین برداره، اما یه انسان هر چقدر نیرومند باشه 300 کیلو نیم تن رو ممکنه از زمین بتونه جابجا بکنه، بیشتر نمیتونه، محدوده. انسان ضعیف آفریده شده. پس ما بیایم واقع بین باشیم،
یعنی این بحث انسان کامل رو با واقع نگری بهاش برخورد بکنیم، با واقع نگری. میتونه انسان سالک باشه، انسان سالک، انسانی که بعضی از مقامات رو طی کرده، به درجاتی رسیده، و بعدش هم کسی که در درجه پایین تر قرار گرفته نمیتونه در کسی که درجه یه پله بالاتر اظهار نظر کنه. دقت میکنین؟ به همین دلیل بهتره که انسان به سلوک پله پله مراحل کمال توجهش رو معطوف کنه. اینه که کی به کمال رسیده چه دردی از من و شما حل میکنه، کی کامل شده چه دردی از من و شما حل میکنه. پس خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده. ما با واقع گرایی با این قضیه برخورد کنیم. این مقدمه رو بهش توجه بکنید تا در گفتار بعدی من به دنباله این سوال ببرم.